comes through Central Asia. گیر کردیم او را به مقامات بالای خود تسلیم کردیم. هیئت‌ها آمدند گرفتند بردند. ما با قاچاقبر سری آشتی نداریم. ما با قاچاقبر مبارزه میکنیم و اگر ما با قاچاقبر را گم کردن نتونیم قاچاقبر ما را گم میکنه. ما این را میفهمیم که ما در مقابل بسیار یک وظیفه خطرناک قرار داریم. ولی اگر ما واقعا پلیس باشیم، کمر بسته کرده باشیم، خدمت بکنیم، ما خوب بخاطری از بین بردن مفاسد جامعه لباس پوشیدیم، ماش میگیریم، وظیفه اجرا میکنیم. اگر ما از قاچاق بترسیم، از قاچاقبر بترسیم، پلیس به ما توانش باید تربیه نظامی ببیند. ما شما یک مثال داریم که قاچاقبرا همیشه از پلیس در شرایطی که چیز پیش استن، به خاطر از اینکه همه امکانات امروز مافیای بین المللی و قاچاقبرا در اختیار دارن. ما یک خوشبین استیم دایی که در وطن ما هنگشت انتقاد بالای افغانستان است که افغانستان تولید کننده مواد مخدره یا قاچاق است. این به ما پلیس یگانه لکه بدنامگی به افغانستان است و ما منیست پلیس افغانستان کوشش میکنیم شب و روز که رای همه قاچاق مواد مخدره باید گرفته شد. With the financial support of the European Commission, the United Kingdom, UNDP, and the implementation assistance of UNDP, Bombaf aims to address these problems in the short and long term. The current state of the border is that in Tajikistan there is quite a lot of infrastructure which has been provided by the European community, but on the other side of the border in Afghanistan there is very little indeed. There are no border crossing points, there are very few border outposts, and there are very few trained people with appropriate equipment. We often say that the Afghan side of the border is several hundred years behind the Tajik side of the border, so there's a lot of work to be done. The EU, UK and UNDP together have provided about €5 million on the Bombaf program. تشریف آوری شما مهمان های عزیز و بخصوص بخش کاری اتحادیه اروپا را که در ارتباط با ساختمان اتاق رهایشی و اتاق نشیمن جای کاری برای سرحدبانان دولت اسلامی افغانستان اینو پیش رو گرفتن، سپاس تشکر و اظهار سپاس میکنیم. Principally, when we think of the Tajik-Afghan border, we're thinking of stopping the illicit trade of drugs across the border. But of course, there are people living on either side of the border, and what we want to do is to help and encourage the licit trade of goods and services between the Afghans and the Tajiks. And so, small markets have been established on the borders that both populations can use. The border crossing points are already popular with Afghans from the Badakhshan region, and many travel by foot and on donkey for several days from remote regions in order to reach the markets in Tajikistan. Queues can be long and the wait arduous, but ultimately, access to goods available in Tajik markets is improving Afghan lives. خود نسبت ما پیشتر خوبتر از اولی که بازار کشاده شد، حالا خوبتر شد از دیگر وقتی زندگی ما خوبتر شد است از این بازار. روغن، بوره، همین شکر، این همین چیزای بازار رو ببریم با اونجا باز یک رو پاور یک صابون برای ما ارزان تر تمام میشه، چای، هر کدام. البته نداشتن تعمیر، نداشتن امکانات لازم یک سلسله مشکلات های را در ارتباط با مسئولین سرحدی ایجاد میکرد. آن همانا که تعمیر ساخته شود، وسایل امکانات زندگی درست برای ارگان مربوطه تنظیم شود و همانا برای از او سهولت پیدا میشه در تصمیم، در اراده و در کارهایی که بر نفع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده باشه او فعالیتش بیشتر خواهد شد. و آرزوی را داریم که ما خوبتر، مدرن‌تر، مثال کامپیوتر، انترنت، به این سیستم ها گمرک که ما آماده شده و ما آماده تر باشیم و فعالیت خوب بکنیم که مرز واز شده، رای چین واز شده، رای تاجیکستانی بندر یک بندر شده که رفت آمد زیادتر داشته باشیم. آرزوی نیست. اولی که جای رهایش ما تیار میشه، دوم از اینکه ساحه امنیت ما تامین میشه و سوم از اینکه ساحه‌ای که مربوط به سرحدی ما داخل یک چوکات میاد، داخل یک نظام میاد. ما میتونیم که با استفاده از همین ساختمان، با استفاده از همین کاری که مجلس روی کار گرفته است،
در حصه حفظ نگهبانی کوپرک و سرحد فعالیت بیشتر خوبتر انجام میکنیم. Cooperation with Tajik officials is an essential component of the project. Afghan and Tajiks working together being the only way to make the border efficient and mutually beneficial. ما بین سرحد افغانستان و سرحد تاجیکستان روابط بسیار نیک است. فعلا مریضای ما که 11 با مریضای بسیار 11 مشکل مواجه میشن دیگه به ولایت بدخشان یا بارک رسیدگی نمیتوانند را دور است. در هان واحد مریضای خدمیار از این طرق تیر میکنند، اینجا تداوی میکنند، عملیات میکنند. کوشش میکنند که هر روزی که میگذره رابطه همسایگی را، رابطه قومی را، رابطه دولتداری را با خود به طور عالی حفظ بکنند و مناسباتشان هر روزی که میگذره خوبتر بروه. There's still a lot to be accomplished. I cannot say that there is full cooperation. We have to keep in mind that these countries have been apart from each other for a long number of years, and only since recently that they have become independent, and they are now have the facilities and probabilities to cooperate. With the support of this project, I think cooperation will increase steadily and hopefully adequately. What's crucially important is the cooperation between the Afghans and the Tajiks, but we would hope that the program will continue for some years, because there's a lot of training to do and there's a lot of infrastructure improvement that needs to be done. و افغانستان از جمله پایگاه هزی که خطاب میشد امروز با فضل احسان پروردگار وردوی افغانستان پلیس ملی افغانستان در صدد است که ما با سیستم پیشرفت امیدوار کننده در افغانستان که ما به طرف آبادی آرامی سعادت مردم افغانستان کوشیده استادیم و فضل احسان پروردگار که افغانستان آرام است فعلا آبادی و بازسازی در افغانستان جریان دارد. شما کاملا امیدوار باشید که در سالهای 2010 امکان دارد که افغانستان یک افغانستان کاملا آباد آرام که های تمام بدبختی ها خلاص شد و ما با امید از او روز استیم که اتباعی خارجی در افغانستان میایند کلگی دهیجا برویه آرامی با قلعه های پامیر و بدخشان بیان سیاحت کنن و بگن که افغانستان یک افغانستان کاملا آرام. ما پلیس افغانستان و خصوصا پلیس سرحدی در خدمت از اینا دروازه افغانستان بروی از اینا آباد باز باشد و اینا در فضای کاملا سل در افغانستان گشت کنن، گذار کنن، ببینن که واقعا افغانستان به طرف سل، به طرف آبادی، به طرف آباد.